نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت تمام حاضرین که در این جای مقدس جمع شده. ثانیاً از کسانی که دعوت کردند و زمین سازی کردند به خاطر آمدن من به این ولایت، از اونا هم تشکر. سیوم این که قبل از تمام گپا باز با گپ اول خود برمیگردم، اوی است که ما به دموکراسی اعتقاد داریم، به آزادی بیان احترام داریم و انتخابات یگانه رای مشروع و حکومتداری خوب میدانیم. اما رئیس جمهور آینده کسی خواهد شد که کسب ما از او حمایت کنه و او را معرفی کنه. همیشه خود را بر حق دانستیم، سخنان ما حق بوده و همینطور ادامه خواهد دادیم و ما هیچگاهی نخواستیم که یک هموطن ما تحت سلطه یک کشور بیگانه باشه. همسایه هایی که با ما میخواین غداری کنن و یا نمیخواین ما را آرام بانن، روز برسه که خودشان در بدر و خاک بسر شون و او روز روزی است که ترمینولوژی سرش کار شود و او روز کسی میاره که خود امروز رئیس جمهور شه کسب ما تعیین کرده باشه. بعد از برتان بگویم که ما همیشه در پالی ملت بودیم، با ملت هستیم، همراه با ملت گام به گام پیش میریم با امید پیروزی های خود ما. و ما اینجا یک دفتر بزرگ باز کردیم که انشالله جوان ها بیان دست با هم بتیم و شروع کنیم آباد کردن از این وطنه. تا ما آباد نکنیم این چوچل پوچولاخو نتانستن آباد کنن. بیاین که ما و شما می وطن آباد کنیم. میکنیم جوان ها می وطن آباد یا نی؟ میتانیم نه؟ ایشته شما این گپ میزنیم. ای جوان نامرد، تو دکته شدی؟ از این که مرا با کف زدی دلم درد نکرد جوان. اما در این مکان مقدس نباید با کفشایت می آمدی. ای از طرف کس دکته شده، اما ما دانه داریم، جوان است، خونگرم است. ایلاش کنین، اما دیگه بخشا خودش می فهمه که امراش چی کنه. زدمش سایب.